به اینجا رسیدیم. حالا به اینجا رسیدیم که علی مونده و به قول معروف حوزش هوشنگ مونده بود. یوتیوب هوشنگ مونده بود. مردمی خسته و مردمی خفته. آیا میشه این مردم خسته و خفته رو بیدار کرد؟ آیا میشه در این جاده هموار این ملت رو به حرکت در آورد؟ باور کنید که من زیاد نمیدونم و من یه چیز رو خوب میدونم. من همراهی جز همسرم تا به حال پیدا نکردم که کنار من قرار بگیره و جاده فولادوند عبور کنیم. جاده فولادوند جاده تاریخ ایران و من فکر میکنم که فقط 3 نفر توی این جاده در حرکت بودند و این 3 نفر فولادوند، هوشنگ و سیما کس دیگری نبود. رادوند راه رو باز می کرد و ما پشت سرش می رفتیم و ما از نور فولادوند با نور فولادوند حرکت می کردیم. هشدار می دم به ملت ایران، آنچه که باید متوجهش بشید دیگه شخص فولادوند نیست. فولادوند ممکنه بیاد روی تلویزیون و چیزایی بگه و نمیدونیم ما چقدر فولادوند در کنترل خودش هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل مواد شیمیایی که امروز شخصیت یک انسان رو عوض میکنند و افکار یک انسان رو عوض میکنند و آنچه که من میگم دیگه خود فولادوند نیست. من گریهام رو برای فولادوند کردم. من تا صبح برای فولادوند بیدار بودم و آخرین نگاهم رو به فولادوند همیشه بیاد میارم و در اون لحظه گفتم که من دیگه این مرد رو نخواهم دید. ولی آنچه که مهمه هدف و راه فولادوند هست. راه فولادوند دوباره به راستی رسیدن و دوباره به نور رسیدن هست، در جهت نور و راستی حرکت کردن هست، بازگشت به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هست. در جهان نمی بینیم این سه مقوله‌ای در سرزمینی حاکم باشه. زمین های این سه مقوله جای نیست. من در جهان کمتر ملتی رو می بینم که به آسایش زندگی میکنه، کمتر. اگر در جوامعی استانداردی رو در زندگی جوامعی میبینیم، این استانداردها در واقع نتیجه یک تکامل تاریخی هستند که در سرزمینی به وجود اومده و شما حتی در جهان پیشرفته هم میبینید که چه اختلافات بنیادی بین
کشورهای مختلف اون هست. یک در واقع توجه دقیق به کشورهایی که از وضعیت زندگی مناسبی مردمش برخوردار هستند ما رو متوجه این میکنه که یک سیر کلاسیک فرهنگی و تاریخی در این سرزمین ها اتفاق افتاده و من به گونه مدون در ارتباط این مسائل چیزی رو نمیبینم. بیشتر ژنتیک این اتفاقات افتاده و امروز این جوامع به اینجا رسیدن و چنانچه تعریف‌های فرهنگی برای خودشون داشته باشن مردم جهان رو از اون باخبر نمی کنن و در خودشون زندگی می کنن. آنچه که رهاورد این جوامع پیشرفته هست رقصی مانند کارل مارکس هست برای جهان که تمام ارزش‌های جوامع مختلف رو به هم بریزه، یا دیگرانی که در واقع دانش فروش هستند و می نویسند و می فروشند و مردم در جهان سوم می خرند و می خوانند و سرشون رو به دیوار می زنند. یک مقایسه آنچه که در این تاریخ و این فرهنگ با دیگر در واقع فرهنگ ها و ادبیات دیگر ملل قابل مقایسه هست، اگر با فرهنگ و ادبیات دیگر ملل چنانچه مقایسه کنیم ببینیم که آنچه که برای مثال در زمان نوشیروان در هفت نشست بوزرشمهر که یا هفت نشست بزرگمهر که فولادوند گرامی به خاطر دارم که بسیار علاقه به این هفت نشست بزرگمهر داشتند و یک بار هم من شاهد بازگشایی هفت نشست بزرگمهر بودم. چنانچه مقایسه ای رو انجام بدیم متوجه اون میشیم که این سرزمین عجیب فرهنگ پیشرفته و اخلاقی والا داشته و نتیجه و این فرهنگ پیشرفته در نتیجه سابقه دراز فرهنگی این سرزمین هست. اینطور نیست که ملتی در زمان نوشیروان شبانه در واقع بیان بنشینن و هفت نشست بزرگمهر رو داشته باشن، اینطور نیست. این در واقع ادامه فرهنگ چند هزار ساله و ادامه پندارنیک و ادامه گفتارنیک همچنین کردارنیک هست که جامعه‌ای به این نقطه از تکامل و فرهنگ میرسه. امیدوارم که ملت ایران سخنان من رو به دقت گوش بده. من این سخنان رو در واقع در اختیار عموم گذاشتم و همونطور که بارها گفتم این کتاب هوشنگ و این نامه هوشنگ هست. من توان این رو دارم که این ملت رو به سوی پیروزی و راستی و درستی و سربلندی راهبری کنم. چنانچه شما بخواهید این مهم رو به عهده خواهم گرفت و چنانچه در ارتباط شما قرار نگرفتم این نامه برای همیشه در اختیار ملت ایران خواهد بود. برمیگردم به دنباله سخنانم.